همه شما اهل دانش و فضل هستید، با من نمیخوام خیلی به اصطلاح اظهار فضل بکنم، ولی برای اینکه تأکید بکنم بر اهمیت آموزش میخوام یک ارجاع بدم به اون چه که در این 10-15 سال اخیر در ایران گذشته به نام اصلاحات، و همونطور که دوستمون آقای عرب‌شاهی هم گفتن جنبش سبز، که ما الان از اینا به عنوان تجربه های شکست خورده یاد میکنیم. و خب تجربه شکست خورده بدیش اینه نیست که خب یه بار شکست میخوره، بدیش اینه که اگر شما تکرار کنین وقت تمام نیرو و انرژی و امیدتون رو برای عمل در آینده از دست میدید و تکرار این تجربه ها باعث شده که جامعه ایران به حالت انفعال در اومده. خب در دور خب هزاران دلیل میشه گفت که چرا شکست خورد اصلاحات جنبش سبز، ولی من در دوران اصلاحات در ایران بودم، دو تا نکته برای من در اون دوره جالب بود. یکی اینکه کسانی که دنبال اصلاحات بودن مثل نظریه پردازانشون مثل آقای سروش مثلا، اینها تاکید میکردن که دموکراسی یک روش هست نه اندیشه، بنابراین شما میتونید یک حکومت دموکراتیک دینی هم داشته باشید. روش یعنی چی؟ یعنی انتخابات، یعنی شما بیاین یه انتخابات برگزار کنیم، اگر مردم مسلمان باشن میان به یک کسی رأی میدن که عقاید اسلامی داره، اندیشه های اسلامی داره، یا در قانون گذاری به کسانی رأی میدن که قانون های مناسب و سازگار با اسلام درست بکنه. این میشه حکومت دموکراتیک دینی. حالا ممکنه آقای سروش الان از اون نظراتش برگشته باشه که فکر نمی کنم تا اندازه برگشته باشه، ولی به هر حال موقع در مجله کیان مقاله پرسرصدایی نوشت به نام حکومت دموکراتیک دینی. این یک نکته. یک نکته دیگه هم که آقای خاتمی خیلی برش تاکید میکرد حکومت قانون بود، میگفت که ما جامعه مدنی و بعد حکومت قانون. خب ما دیدیم که با همون قانونی که تو مملکت بود نه تنها آقای خاتمی خودش تضعیف شد و نهادهای قانونی در حقیقت با مستمسک قانون و دادگاه دولت رو ضعیف کردن، که بسیاری از کسانی که امید بسته بودن به این فضای باز هم طعمه اون قانون شدن. خب اینجاست دقیقا اون نکته که میخوام بگم در مورد دموکراسی، که دموکراسی در درجه اول روش نیست، دموکراسی کانتنت و محتواست، و درست همینجاست که ارتباط برقرار میکنه با آموزش. اگر روش بود که تکنیک بود، شما میتونستید چه در بدترین کشورها و عقب مونده ترین کشورها از نظر سیاسی هم شما میتونید انتخابات برگزار کنید، کار نداره که صندوق میذاریم بعد مردم میگین که آری یا نه، میگن رای بریم تموم شه میبرنش. این دموکراسی نیست، دموکراسی محتواست، دموکراسی یک جهانبینی است، دموکراسی یک ذهنیت است و یک تحول فرهنگی و تمدنی لازم داره و به همین دلیل نیاز به آموزش داره. و از اون طرف هم قانون هم در دموکراسی به مفهوم هر قانون نیست، یعنی حکومت قانون درسته که یکی از اصول یک جامعه دموکراتیک هست، ولی قانونی باید حاکم بشه که بر اساس مبانی دموکراسی تصویب شده باشه و تایید شده باشه، قانونی که برابری و آزادی انسان‌ها درش تضمین شده باشه، وگرنه قبائل وحشی هم در 500 سال گذشته قوانین داشتن و طبق قانونشون عمل می‌کردن. هیچ جامعه‌ای شما فکر نمی‌کنید که توش قانون نباشه. اون چیزی که جامعه مدرن رو و جهان جدید رو متمایز می‌کنه و اندیشه‌های سیاسی رو متمایز می‌کنه اینه که به حکومت قانون دموکراتیک در حقیقت اعتقاد داره. ولی باز بذارید برگردم به مسئله آموزش و دموکراسی. اول یونانی‌ها بودن که به اهمیت این پی بردن و اساساً آموزش یک مسئله سیاسی است، از بنیاد سیاسی است. یونانی ها گفتن برای اینکه شما یک جامعه سیاسی داشته باشین، یعنی دولت شهر داشته باشین، شهرمند داشته باشین، بتونین در حقیقت یک نظام سیاسی داشته باشین، باید آموزش بدین شهرمند رو. شهرمند شهروند نمی‌شود مگر با آموزش، یعنی شهروند شدن یه چیز فطری نیست که مثلا قد بلند یا قد کوتاه باشه آدم با مثلا رنگ چشمش به دنیا بیاد. نه، شهروند شدن، شما شهروند به دنیا نمیایید، شما شهروند میشوید. شما در یک جامعه دموکراتیک به دنیا نمیایید، شما دموکراتیک میشوید. و همین دلیل هم هست که دموکراسی هیچ موقع یک پروسه تمام شده نیست. حتی در آمریکا دموکراسی در بحران هست و اگر برید
توی اینترنت ببینید صدها کتاب و مقاله داره نوشته میشه راجع به دموکراسی در بحران دموکراسی در آمریکا. بنابراین دموکراسی یک پروسه است و این پروسه از آموزش آغاز میشه در حقیقت. اون وقت آموزش بدون دموکراسی میتونه نتایج فاجعه باری داشته باشه. یکی از مهمترین به اصطلاح فجایعی که این دنیای ما رو الان تهدید میکنه اسلام گرایی است و بنیانگرایی اسلامی که آموزش رو کاملا در خدمت ایدئال های غیر دموکراتیک قرار داده. همین القاعده و داعش و اینها همشون دکتر و مهندس هم. همه اینا تحصیل کرده های دانشگاه هستن، بسیار از اینا در غرب تحصیل کردن و حتی جمهوری اسلامی ایدئولوژیش اینه که ما تکنولوژی غرب رو میگیریم ولی فرهنگش و فرهنگ لیبرال و دموکراتیش رو نقش میکنیم. یعنی آموزش رو، آموزش در حقیقت دانشگاهی رو در خدمت یک فرهنگی و فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک قرار میدیم که میدونیم که چه فجایعی داره. بنابراین هم دموکراسی نیاز به آموزش داره و هم آموزش باید دموکراتیک باشه. یعنی خود آموزش هم باید به شیوه دموکراتیک انجام بشه و به همین دلیل هست که مثلا من شخصا با مدارس دینی مخالفم. اینکه در آمریکا شما یه مدرسه داشته باشید که مال یهودی‌ها باشه، مال مسلمان‌ها باشه، مال کاتولیک‌ها باشه، من با این مخالفم. من در عوض معتقدم که دین باید به صورت سکولار و دانشگاهی به صورت اجباری در تمام مدارس تدریس بشه، چون آموختن دین، شناختن دین یعنی شناختن انسان. بچه من الان بچه خودم رو با هیچ دینی به دنیا تربیت نمی کنم، ولی وظیفه دارم در آموزش او به او بگم که دین چیه، منتها از منظر اکادمیک و از منظر علمی به او یاد بدم که انسان‌ها دیندار میشن و دینداری چه اشکال و انواع متفاوتی در قدیم و جدید داشته و در حقیقت رویکرد انسان شناختی به دین باید در درون نظام‌های آموزشی قرار بگیره. بنابراین خود محتوای آموزش هم باید دموکراتیک باشه. ما چگونه آموزش میدیم، در این که چه چیزی رو آموزش میدیم تأثیر میگذاره. شما نمیتونید به شیوه اقتدارگرایانه مفاهیم به اصطلاح دموکراتیک رو برای از بچه ها در دبستان تا دانشگاه تدریس کنیم. مثل یک بار در پون در روی دیوار من دیدم بچه بودم میرفتم مدرسه با به اصطلاح آشغال توی روی دیوار نوشته بودن که لعنت بر پدر مادر هر کسی که اینجا رو کثیف کنن. خب نمیشه این کار کرد. شما نمیتونه به شیوه دموکراتیک، غیر دموکراتیک دموکراسی رو آموزش بکنه. از اون طرف همین دوستان به اصطلاح روشنفکر دینی ما که اون موقع از حکومت دموکراتیک دینی صحبت میکردن، الان میگن که ما تفکیک میکنیم بین سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی. یعنی آقای سروش در نوشته ها و گفته های اخیرش مخصوصا تاکید کرده بر این که ما میتونیم سکولاریسم سیاسی رو بپذیریم ولی سکولاریسم فلسفی رو کنار بگذاریم. به عبارت دیگه بپذیریم که نهاد دین از نهاد دولت جدا باشه، ولی ما نمیتونیم بپذیریم که دین و سیاست به طور مطلق از همدیگه جدا باشن. این هم باز دوچار همون مشکلی است که اینها اون موقع در زمینه دموکراسی داشتن و به نظر من نگرشی است که باز میتونه بخش‌های دینی جامعه ایران و مخصوصا طبقه متوسط به خطا بندازه درباره دموکراسی و درباره سکولاریسم. اولا سکولاریسم یک ماهیت سلبی نداره، یعنی یک کانتنت محتوای سکولاریسم این نیست که این و اون نباشه. میدونید دموکراسی چیزای ایجابی هم هست، چیزایی باید باشه. اولا اگر شما بگیم که در ما جدایی دین از سیاست و نهاد دین از نهاد سیاست رو میپذیریم، در ایران جمهوری اسلامی باید بپذیریم که ما یک حکومت کاملا سکولار داریم، چون نهاد دین از نهاد دولت جداست. حوزه علمی هم هیچ ارتباط سازمانی با دولت نداره و قوانین رو هم حوزه علمی هم تصویب نمی کنه، بلکه مجلس داره تصویب می کنه. تنها نهاد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی است. بنابراین با این تعریف، با این تعریفی که از سکولاریسم سیاسی میشه، الان در ایران ما یک حکومت سکولار داریم. در اینکه سکولاریسم این نیست، سکولاریسم یک جهان‌بینی است و هیچ دموکراسی. شما میتونید یک حکومت سکولار داشته باشین که غیر دموکراتیک باشه، مثلا نازیسم آلمان، مثلا کمونیسم در زمان شوروی سکولار بود ولی غیر دموکراتیک بود، ولی امکان نداره که شما دموکراسی بخواید داشته باشین بدون سکولاریسم. بنابراین سکولاریسم
هم در آموزش دموکراتیک بسیار بسیار نقش مهم داره و اصلا تمامی علوم انسانی، تمامی تفکر سیاسی جدید بدون سکولاریزه شدن ذهنیت انسان و بدون سکولاریسم فلسفی ممکن نیست. امیدوارم که تلاش هایی که بر حد مؤسسه توانا انجام میشه بتونه در آینده گسترش پیدا بکنه، حامیان بیشتری پیدا بکنه، مخاطبان بیشتری پیدا بکنه و از شکیبایی همه شما هم برای شنیدن صحبتان متشکرم.